به آخر خط خوش آمدید. ناامنی های بی سابقه، ناامنی های اخیر به سابقه خوانده می شود. روز پیش رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی کشور در جلسه استجوابیه مجلس نمایندگان از بدتر شدن وضعیت امنیتی در 6 ماه آینده خبر داد. این بار نخست نیست که به این موضوع اشاره شده. دفعه های پیش هم مقامات حکومتی از احتمال افزایش ناامنی ها در ماهای آینده هشدار دادند. آقای نبیل در جلسه پرسش و پاسخ مجلس نمایندگان به هماهنگی بیشتر نیروهای امنیتی تاکید کرد. از سوی دیگر گمانه های نیز از حضور و فعالیت نفوذی های هراس افغانان و طالبان در بدنه حکومت حکایت می کند. از شورای ملی گرفته تا قضا و حکومت، گفته می شود در عمله اخیر به شورای ملی افغانستان یکی از فرماندهان پلیس دست داشته. برای چه این چهره ها افشا نمی شوند؟ چه باعث شده که ما به این گستردگی ناامنی داشته باشیم؟ واکاوی این موضوع با آقایان دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه و عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان که تا دقایق بعد تشریف خوانده بود. آقای نظری، با این که ناامنی های اخیر بی سابقه هست موافق هستی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم تلویزیون نور و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان. من فکر میکنم که نه تنها در حال حاضر وضعیت امنیتی کشور از نظر وضعیتی که چالش های جدید و جدی داره فرارای دولت وحدت ملی با وجود آمده بی سابقه هست، بلکه موجب نگرانی کشورهای پیرامون افغانستان شده. بنابراین من فکر میکنم که اگر تدابیری بر این وضعیت سنجیده نشود و در واقع منافع ملی افغانستان به عنوان قطب نمای سیاست گذاری داخلی و خارجی مورد توجه قرار نگیره، احتمالی که وضعیت امنیت افغانستان روز به روز خرابتر شود همچنان وجود داره و قطعا در اون شرایط من فکر میکنم که دیگه تدوین استراتژی هم شاید نتونه به صورت منطقی کارساز باشه. خب آقای نظری، چه باعث شده که در این مقطع زمانی با تشکیل دولت وحدت ملی ناامنی ها بی سابقه شود، گسترش بیافت؟ در طول سال گذشته ما به این پیمانه گفته میشه ناامنی نداشتیم، انتقالش به شمال همه بی سابقه است. ببینید، در ارتباط با بحث امنیت افغانستان متغیرهای داخلی و خارجی میتونه مورد توجه قرار بگیره. در بود داخلی من فکر میکنم هنوز افغانستان همان گونه که وزیر دفاع نداره استراتژی امنیتی هم نداره. پس بنابراین ما با یک خلای سیاست گذاری و برنامه ریزی در مقوله های امنیتی مواجه هستیم. بود دوم، من فکر میکنم که غیر از اینکه ما در تدوین استراتژی خلاهایی داریم، اختلاف نظری هست که میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود داره. در ارتباط با سازوکار و مکانیزم های دستیابی به صلح اختلاف نظر وجود داره. حتی در نحوه کاربرد ادبیات سیاسی در مقوله های جنگ، صلح، مخالف، تروریست ها ما شاهد شکاف های جدی و یک نوع گسست میان کنشگران سیاسی افغانستان هستیم. اما به نظر می رسد که در بود خارجی هنوز هم پاکستان به عنوان یک نقطه محوری در ناامنسازی افغانستان نقش داره. گروه های افراطی که هنوز مورد حمایت آیسای قرار داره، من فکر میکنم که نگرانی های جدی امنیتی را هم برای افغانستان ایجاد کرده و هم برای کشورهای منطقه. افزون بر این، من فکر میکنم سیاست قدرت های فرا منطقه در ناامنسازی افغانستان و منطقه نقش داره. شکلگیری گروه تروریستی داعش و نحوه تمویل و تجهیز این گروه و نفوذیابی این گروه در داخل افغانستان به خصوص مناطق شمالی افغانستان به شدت تأمل برانگیز است. بنابراین من فکر میکنم که اگر متغیرهای داخلی و خارجی به صورت توأمان مورد دقت نظر قرار نگیره، احتمال ای که افغانستان به کانون منازعات پردامنه تبدیل شود همچنان وجود داره. خب دایی بین فکر میکنین نقش داعش چه هست در ناامنی های افغانستان؟ و هم حضور فعال دارن یا که هرچی هست از جانب طالباست؟ خب می که داعش در حال سربازگیری است، فکر میکنین نقش هم در جنگ ها داشته؟ ببینید، هنوز هم طالبان
با عنوان یک قدرت مسلط مخالف دولت افغانستان بسیاری از نامنی ها را دامن زده. من فکر میکنم که این برمیگرده به نحوه ظهور گروه تروریستی داعش، چون گمانه‌زنی ها است که داعش به عنوان آلترناتیو ساختاری مناسب برای پروژه مختومه طالبا در نظر گرفته شده، بنابراین طالبا تلاش میکنه که این گمانه را در واقع برش نقطه پایان بگذاره و باطل بسازه. طالبا میخواهد در حوزه جنگ همچنان جنگ را در واقع مدیریت و مهندسی بکنه و نامنی ها را گسترش بده و هم در حوزه دیپلماسی با حمایت شمار از کشورهای منطقه تلاش میکنه که یک مشروعیت بین المللی را برای خود به دست بره. پس به ترتیب در ارتباط با نامنی های افغانستان فعلا در واقع طالبا هستند که بیشتر به عنوان یک نیروی مسلط در نامنی های افغانستان و در موج از انفجارها و انتحارهای جدید نقش بازی میکنه. اما فراموش نکنیم که در واقع زمینه نفوذیابی گروه داعش هم در بخش های از افغانستان فراهم شده. با توجه به اینکه این گروه تروریستی مورد حمایت شمار از کشورهای منطقه و فرا منطقه برای پیشبرد اهداف سیاست کلان منطقه‌ای قدرت‌ها قرار داره، بنابراین داعش من فکر میکنم در میان مدت و در بلند مدت میتونه یک تهدید و چالش جدی برای دولت افغانستان و همچنین دولت‌های منطقه باشه. از این نظر در کنار طالبان من فکر میکنم که داعش هم نباید فراموش شود و برنامه‌ریزی جدی صورت بگیره برای مهار و کنترل و حتی محو این گروه تروریستی در نقاط مختلف افغانستان. سپاسگزار آقای رفیعی. خب چه باعث شده که پرسش که آقای نظری داشتیم که ناامنی ها بی سابقه خوانده شود، چیزایی که اشاره شد اختلاف نظر وجود دارد تا در کاربرد ادبیات سیاسی در مورد صلح یا جنگ بین دولت مرد افغانستان مشکل وجود دارد، تعریف های متفاوت. خب سهم بیشتر هم در ناامنی های اخیر طالبان دارند تا داعش. به نام خدا و سلام خدمت شما، خدمت جناب آقای نظری و همچنین بیننده های محترم شما، هر شب خدمت شما که بحث امنیت افغانستان یک بحث صرفا داخلی و یا یک بحث صرفا مربوط به خود افغانستان نیست. امنیت افغانستان و چگونگی شکل گیری وضعیت جدید در منطقه بنابر سیاست های بسیار به هم تنیده منطقوی و جهانی است که متاسفانه افغانستان در طول چند دهه گذشته قربانی بازی های بزرگ می شد. آنچه در ارتباط با مسائل مربوط به ناامنی های اخیر است بیشتر برمیگرده به بحث های مدیریت داخلی در افغانستان و همچنان عدم داشتن یک سیاست کارا و درست و دراز مدت برای امنیت و مسئولیت و به اصطلاح توسعه و انکشاف در افغانستان. یعنی افغانستان یک راهکار استراتژیک را که بتونه به صورت بسیار جدی و دقیق بحث‌های امنیت و توسعه را در افغانستان برای دراز مدت زیر نظر داشته باشه، اون متأسفانه کمبود داره. یک علت دیگه هم برمیگرده به مشکلات درونی نظام سیاسی افغانستان که دشمن در کمین نشسته همیشه از وضعیت بحرانی و بحران اعتمادی که در درون نظام و دستگاه افغانستان است استفاده میکنند. بله. کشورهای منطقه که در کمین نشستند همیشه تلاش دارند که از فرصتهایی که و فرصتهای جدالی که بین رئیس جمهور و رئیس اجرائیه، کابینه، پارلمان و حکومت و همچنان قوه قضاییه و پارلمان و حکومت مطرح میشه بالاترین استفاده را ببرند. شما تنشهای اخیره و یا تنشهای نمای گذشته را در داخل افغانستان به صورت بسیار دقیق می‌بینیم که چگونه توسط کشورهای منطقه و به خصوص همسایه های ما رهبری میشه و رهبرای حکومتی افغانستان هم اونایی که خودشون رهبر مردم افغانستان میدونن فریفته سیاست های بیرونی میشن. تقریبا امو وضعیت به امو تعریف های قبلی رهبری در افغانستان است که رهبرها در افغانستان همیشه ساخته میشه. کشورهای همسایه، کشورهای پادقدرت در افغانستان رهبر میسازه. افغانستان تا به حال رهبری را که از درون افغانستان نشاط کرده باشه و برخواسته باشه نداره. خب میخوام باز بالای پرسش اولم تاکید بکنم. خب چی چیزی آمده اینمی ناامنی ها را به سابقه ساخته؟ در گذشته ناامنی نسبی شمال داشتیم، حالا شمال خیلی ناامن است. متوجه باشین که سیاستمداران افغانستان فکر میکنن که با شکست طرف مقابل اینا پیروز میشن. طرف مقابلشون کی باشه؟ داخلشون، خودشون، جناحشون. مثلا دو تیم، آیه رئیس جمهور فکر میکنه که با تضعیف رئیس اجراییه من میتونم پیروز باشم و رئیس اجراییه فکر میکنه که با تضعیف رئیس جمهور من پیروز باشم. اختلاف در گذشته وجود نداشت. در گذشته هم وجود داشت. به این پیمانه جدی نبوده، به این پیمانه بسیار واضح نبوده. مثلا در کابینه آقای کرزی اختلافات بسیار زیاد بود ولی رهبری واحد بود. اینجا متاسفانه رهبری دو سره است، یعنی رهبری دو طرفه است. با اون از یک مقدارش مشکلاتی که با وجود میاد
به همین خاطر است و افکار عامه هم خیلی متضرر است نسبت به این وضعیت. اگر این وضعیت به این منوالی که فعلا مطرح شده باید دوام بکنه، دقیقاً که هر دشمنی هر کسی میتونه از این وضعیت بهترین استفاده را بکنه، چنانچه ما در طول مدت زمان 9 ماه گذشته تانستیم که هیچ طرح جدید و یا طرح به اصطلاح دقیقی که بتونه هماهنگ بسازه نظریات در درون افغانستان و در درون کابینه افغانستان به خاطر مسائل امنیت افغانستان با وجود نیامد. طرحی را که رئیس جمهور برای اصلاحات داشت متاسفانه ناکام ماند، برای امنیت داشت متاسفانه ناکام ماند، برای توسعه داشت متاسفانه ناکام ماند، یا حداقل ما تا بال هیچ نوع نشانی از این طرحا را ندیدیم. همچنان طرحی را که رئیس اجراییه برای انکشاف و توسعه و امنیت افغانستان داشت متاسفانه تا بال هیچ عملی نشده و یا هیچ به اصطلاح مطرح نشده. حتی با اون روز من فکر میکنم که تا زمانی که ما از درون به یک نظر واحد در ارتباط با مسائل افغانستان و تحلیل وضعیت امنیتی افغانستان نرسیم، ناممکن است ما با پیروزی جد دقیق برسیم. در گذشته این مشکل در حالتی بود که رئیس جمهوری قبلی از دشمن تعریف نمیداد، یعنی آقای کرزی تا آخرین روز هم از دشمن تعریف نداد، هیچ نگفت که کی دشمن افغانستان است و طالب دشمن ما هست یا نیست. گاهی داله برادر ما میشد، گاهی دشمن ما میشد، گاهی تروریست ها را در آغوش میگرفت و گاهی تروریست ها را رها میکرد و میبخشید و گاهی هم با اونا را مجازات میکرد و ما تا آخر نفهمیدیم، مردم هم تا آخر نفهمید که دوست ما کی است، دشمن ما کی است. تقریبا تداوم وضعیت است فعلا، یعنی رئیس جمهور موجود و رئیس اجرایی موجود هم در عین وضعیت هستند، تا بال تعریف بسیار دقیق از دشمن ندادن و به همون خاطر هم است که جنگ در افغانستان و یا ناامنی در افغانستان گسترده تر میشه، چون دشمن با جرأت تر عمل میکنه و با امکانات بهتر عمل میکنه، با روحیه تر عمل میکنه نسبت به مدافعین این سرزمین. چیزی که همیش انتقاد وجود داشته و گفته شده و چیزی که آقای نظری هم اشاره داشت، خب اینه در بین همه عوامل بازی بزرگ نقش قدرت های بیرونی و فرامنطقه‌ای منطقه‌ای آنچه که آمده بیشترین سهم داشته برای ناامنی های بیشتر رهبری دو طرف دقیقا. چیزی که شما میگین اختلافات درونی دقیقا، یعنی ما اگر رهبری بسیار سالم و درست داشته باشیم میتونیم به بسیار نتایج ملموس و محسوس نسبت به بحث امنیت خود برسیم. سپاسگزارم. آقای نظری موافق هستین با این که مهمترین عاملی که نقش داشته که ما به این پیمانه نابسامانی داشته باشیم، چالش داشته باشیم، اختلافات درونی و آنچه که رهبری دو طرفه میخوان آقای رفیع است؟ در بعد داخلی من موافق هستم با صحبت های جناب آقای رفیع، به خاطر اینکه اصولا تفکر و عمل سیاسی در افغانستان هنوز به عنوان یک مقوله کوتاه مدت بهش نگریسته میشه. به همین جهت است که سیاست های سطحی روزمره و حتی در موارد عوامگرایانه نسبت به تحولات داخلی و تحولات منطقه و جهانی در افغانستان در حال ظهور هست و این میتونه یک تهدید جدی برای افغانستان آینده به خصوص اصلاحات آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان ارزیابی شود. بنابراین به همین جهت است که ما هنوز با فقدان اجماع نظر سیاسی و حتی سنت های سرکوب گرایانه و در موارد فقدان سنت مدنی سهمدهی در تصمیم گیری هستیم و همین مسئله روند اصلاحات در افغانستان با کندی مواجه ساخته. اگر ما یک دقت نظر داشته باشیم به اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی، در واقع به صورت عینی مشاهده پذیر هست که حتی اراده سیاسی جدی در آوردن اصلاحات علارغم بنبست های جدی که در پروسه انتخابات به وجود آمد مشاهده پذیر نیست و این نشان می‌دهد که سنت مدنی سهمدهی در تصمیم گیری های سیاسی هنوز در افغانستان برش احترام گذاشته نمیشه و این میتونه حتی یک تهدیدی برای فرایند گذار به سوی دموکراسی در افغانستان ارزیابی شود. بنابراین در این ارتباط خوب است که آقای رفیعی هم حضور دارن، نقش نهادهای مدنی، رسانه ها، احزاب سیاسی تاثیرگذار فوق العاده میتونه های اهمیت باشه، وگرنه در واقع این که افغانستان به طرف یک نظام توتالیتر و اقتدارگرا و تمامیت خواه بار دیگه حرکت کنه، من فکر میکنم این ذهنیت همچنان وجود داره. پس بنابراین رسالت روشن فکرا و نخبگان سیاسی افغانستان هست که اجازه نتن بار دیگه دستاوردهای مردم افغانستان قربانی سیاست ها و نگرش های تمامیت خواهانه شماری از حلقه های حکومتی شود. بحث دیگه که در ناامنی افغانستان میتونه تاثیرگذار باشه بحث خارجی هست، یعنی در واقع نحوه توزیع قدرت در نظام منطقه‌ای جنوب آسیا به گونه‌ای هست که پاکستانی ها تلاش میکنه با عنوان یک قدرت هژمون در منطقه جنوب آسیا مطرح باشه. این در حالی است که ظرفیت های طبیعی و جوهری برای این روند در پاکستان وجود نداره. بنابراین در واقع
چون رقیب پاکستان یعنی هند در رأس هرم توزیع قدرت در نظام منطقه جنوب آسیا قرار داره، ما شاهد یک نوع جنگ نیابتی بین دو تا کشور در افغانستان هستیم و پاکستانی ها تلاش میکنه که با همون نگاه عمق استراتژیک خود از افغانستان به عنوان یک عقبه سیاسی استفاده بکنه و در نهایت هم تسلط بر حوزه های سیاست در افغانستان داشته باشه و هم امور ملیتاریستی و نظامی گری را به گونه مدیریت ما مهندسی بکنه. بحث دیگه ای که میتونه معمای امنیت افغانستان را پیچیده تر بسازه در واقع نقش و استراتژی قدرت های فرا منطقه در این وضعیت می باشه. من فکر می کنم که در این ارتباط نگاه های استراتژیک از سوی قدرت های غربی وجود داره که منطقه جنوب آسیا و منطقه آسیای میانه و شرق میانه باید به گونه مدیریت و مهندسی شود که تسلط قدرت های غربی را بر منابع انرژی منطقه همچنان در پی داشته باشه و افزون بر این باید به گونه وضعیت رقم بخوره که کشورهای اسلامی از درون دوچار منازعه باشه و یک مسئولیت سیاسی برای اسرائیل به عنوان متحد غرب در منطقه شرق میانه فراهم شود. مجموعه تحولات سبب شده که افغانستان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی که داره همچنان دستخوش ناامنی های گسترده شود. خب به می خاطر هم است، نقش می عوامل هم است که مقامات امنیتی میگن از بدتر شدن وضعیت امنیتی در 6 ماه آینده خبر میدن، چیزی که آقای نبیل در مجلس نمایندگان گفت. یعنی یک جدی هست این همه. بدون شک ببینید اصولا هندسه قدرت منطقه‌ای در حال تغییر هست، به این معنا که قرار هست منطقه آسیای میانه به صورت گسترده با ناامنی مواجه شود و زمینه حضور و مداخله ناتو و شماری از قدرت‌های بزرگ غربی در این منطقه فراهم شود و در واقع به گونه ای از روس‌ها که در حال حاضر منتقد سیاست یک جانبه گرایی غرب و آمریکا در نظام بین الملل می باشه انتقام گرفته شود. یعنی دیگه اجازه داده نشود که بار دیگه روسیه در واقع قدرت بین المللی خود را بازسازی و احیا بکنه. با توجه به اینکه افغانستان در مجاورت آسیای میانه و روسیه و چین قرار داره، به صورت طبیعی در معرض در واقع چنین منازعات پردامنه قرار می گیره. نظری خوب، این هم در حد یک فرضیه است. خب این که حقیقت درست موضوعی است که معلوم میشه، اما خب رئیس اجرایی آقای عبدالله چند پیش آمد با اوج گرفتن بالا گرفتن همین گمانه هایی که خارجی ها نقش دارند در ناامنی های اخیر، ناامنی به شمال برای است که مرزهای روسیه ناامن شود، رقابت آمریکا و روسیه مسائل، آمد گفت نه چنین چیزی نیست. خب من فکر میکنم که مطالعات منطقه‌ای چنین روندهایی را نشان میده و حتی به صورت مشخص قدرت هایی که در این روند نقش داره ازش نام برده میشه. شاید ریاست اجرایی به دلیل محظوراتی که داره یا نگاه و برداشتی که از وضعیت منطقه داره چون این دیدگاهی داشته باشه، اما برداشت من ایست که چون این روند در واقع نه رویا هست و نه خیال هست، بلکه به عنوان یک واقعیت سیاسی در این منطقه جریان داره. بنابراین من فکر میکنم که یک بود از این قضیه برمیگرده به نحوه کنشی که سیاست مداران افغانستان از خود نشان میده. ببینید اگر ما بتانیم اختلاف نظرهای جزئی را برش نقطه پایان بگذاریم، اگر ما منافع ملی را در کانون سیاست گذاری و برنامه ریزی خود قرار بتیم، باور من است که ما میتانیم این بحران ها را به حد اقل برسانیم، اگر نمیتانیم به کلی از بین ببریم. پس به ترتیب یک بود قضیه برمیگرده به ناکارآمدی دولتی که در حال حاضر در افغانستان حاکم هست. من فکر میکنم که اونمون نگاهی که من پیشتر اشاره کردم، یعنی نگاه های کوتاه مدت و زود گذر، اگر جای خود به یک نگاه استراتژیک تبدیل بکنه، من فکر میکنم ما هم بسیار از ملت های منطقه میتونیم بر بسیار از نارسایی های خود غلبه پیدا بکنیم. و خلاصه ای که از درون باید اصلاح شویم، چیزی که آقای رفیعی اشاره کرد، حتی نشانه های وجود داره، هرچند از نظر حقوقی مستند نیست، ای که حلقه های در درون حکومت وحدت ملی در این پروژه کلان همسو و هم نظر هست و به گونه‌ای در نامنی‌های افغانستان دست داره، اما از آنجایی که سنت سیاسی در افغانستان به گونه‌ای است که هیچگاه این حلقه ها افشا نمیشه، بنابراین افغانستان با یک روند سیاسی آشفته و نابسامان مواجه هست. خب این که حلقه های وجود داره بیام در یک فرضی است دیگه، این خود چیزی است که کسی تا حالا آمده ادعا کرده اما که حلقه های وجود داره که نقش داره همسو با طالبان عمل میکنن اما مدرکی نداشته. من اشاره کردم که اصولا در افغانستان سنت به گونه‌ای هست که
امو شعر معروفی که گر حکم شود که مست گیرد در شهر هر آنچه هست گیرد. از آنجایی که شماری از کنشگران اصلی حوزه سیاست و قدرت در افغانستان با چنین اتهام های مواجه هست، بنابراین هیچگاه من فکر می کنم که امو توازن قدرت و بالانس قدرت اجازه نمیده که چنین حلقه های افشا شود، چون در او صورت ممکن است در نهایت این روند همچنان تداوم پیدا بکنه و به یک بی‌ثباتی سیاسی همگانی در افغانستان منجر خواهد شد. آقای رفیع، گمانایی که حلقه های در ساختار حکومت وجود داره که همسو با طالبا عمل میکنن، از مجلس نمایندگان بین وکلای مردم گرفته تا خب در کل شورای ملی و قضا و حکومت، خب این گمانه ها چقدر جدی است؟ برای چی افشا نمیشه؟ البته در مورد جدیتش فکر میکنم که هیچ کسی شک نداره که خیلی جدی هست. ستونهای پنجم متعدد در درون نظام سیاسی افغانستان و در درون افغانستان وجود داره. عملا طالبا وابسته به چند کشور و از کشورهای همسایه ما هستن و شما هر شب هم میشنوین خبرهای متعدد را در ارتباط با چگونگی امکانات بیشتری که طالبا میتونن بگیرن و به دست بیارن. ما باور ما این است که بحث ستونهای متعدد پنجم در درون نظام سیاسی افغانستان یک بحث بسیار جدی هست که وجود داره و هیچ کسی هم نمیتونه او را انکار بکنه. اما این که مصلحت های سیاسی تا چه حد نمیگذاره اینا افشا شه یک بحث جدا هست. اتهامات را پارلمان در مورد حکومت داره و حکومت در مورد پارلمان. حداقل اگر به همین اتهامات توجه شود میتونادم بسیار به صراحت به نتایج خوب برسن. شما چند روز پیش شاهد بودین که یکی از وزرای اسبق گفت که فلان شخص افغانستان به 70 میلیون دلار چند نفر فروختن که 40 میلیونش یکی گرفته و 20 میلیونش یک نفر گرفته و 10 میلیونش یک نفر و بعدا ما این مسائل افشا میکنم. من فکر میکنم که مثل این افشاگری ها اگر چند تا افشاگری دیگه هم شود خیلی بحثا روشن خواهد بود. خب اما افشا نشد. اونایی که پول گرفتن مصلحت گرفتن معلوم نیست. چون وابستگی بسیار جدی و وحشتناک است به اصطلاح در درون نظام. با اون لحاظ هر کس کوشش میکنه تا امو اندازی که برایش اجازه میتن افشا بکنه. در واقع امر باید اینا با یک احساس کاملا ملی نسبت به قضایای افغانستان برخورد بکنن و به اصطلاح امو رسالت ملی خود انجام بدن که متاسفانه اوتا نیست. بیشتر از اینکه رسالت ملی باشه، رسالت وابستگی است. کسانی که پاسپورت های متعدد دارن اونا با پاسپورت معتبر خود بیشتر مسئولیت دارن تا با پاسپورت نامعتبر افغانستان. ما باور ما این است که این وضعیت به همین منوال دوام خود کرد و چیزی هم افشا نخواد شد غیر از اینکه اراده سیاسی بسیار قوی در بالا برای افشای مسائل مطرح شد. خب آقای رفیع، همی که شما میاین میگین که بحثای در این مورد که کسای نفوذیهای در درون حکومت است ستون پنجم و میگین جدی است کسی شک نداره، خب اینه که یقین دارین؟ یعنی شما مدرک دارین کسی رو میشناسین؟ من البته یقین من به اساس افواهات است که من یا سخنایی است که من از طریق رسانه ها میشنوم. خب اما میگین جدی هست؟ من از کجا میگین جدی است؟ مثلا یک وزیر سابق میاد، یک وزیر کشور میاد پشت پرده تلویزیون میگه که من نفر را میشناسم که 40 میلیون دلار رشوت گرفته از یک کشور خارجی تا افغانستان بفروشه. دیگه برای افغانستان چی آبرو میمانه؟ من فکر میکنم که معلومه غلط باشه. خب میشه که در این مورد تحقیق شود. این مملکت خب مملکت بی صاحب است. اگر این مملکت صاحب داشته باشه، اگر این مملکت رئیس جمهور داشته باشه، اگر رئیس اجرایی داشته باشه، این بحثا باید پیگیری شود. مردم باید بفهمن که چی اتفاق میفته در این کشور. کیای وطن میفروشه، کیای وطن نمیفروشه. چقدر چی وضعیت است در این مملکت؟ خیلی بحثا بسیار یک بحثای کلان است. من باور من است که ما باید به مسابقه یک ملت مسئول نسبت به این قضایا برخورد بکنیم. دولت باید بسیار مسئولانه نسبت به این مسائل برخورد بکنه. چند پیش فوات شد که فلان گروه داعش اینقدر پول دریافت کرده از دولت افغانستان ولی هیچ کس او را پیگیری نکرد. هیچ کس تعقیب نکرد. و من میخوام بگم که بعضی بحثا خیلی زیاد است. این بحثا میتونه که بسیار جنبندی شود و در یک مرحله به اصطلاح عقده ها بشکنه و این بحث ها باز شوه و مردم بفهمند که چی اتفاقات پشت پرده وجود داره. وقتی بحث پارلمان مطرح میشه که پارلمان پول میگیره، پارلمان رشوت میگیره. من با یک در یک میز گرد در یکی از تلویزیون ها با یکی از وکلا نشسته بودم و میگفت که اعضای پارلمان پول میگیره ولی او آدم افشا نکرد که کی است، در حالی که عملا خودش اعتراف میکرد که پول میگیره. فلازم بسیار خوب است که اون نفر یک مقدار باید
یک تعقیب شوه و از او پرسیده شوه، رئیس جمهور از او بپرسه، رئیس اجرایه بپرسه، قاضی القضات کشور بپرسه، رئیس پارلمان افغانستان بپرسه که او کیست که پول میگیره. آیا راست است یا دروغ است؟ اگر راست هم باشه، ای که نماینده های مردم، کسایی که میان از مردم نمایندگی میکنن و پول بگیرن و فساد بکنن، این دیگه منتهای فساد است. دقیقا. سپاسگزار. ادامه برنامه پس از این وقفه کوتاه. باز هم خوش آمدید. آقای نظری، گمانهایی که کسای در درون نظام علیه نظام کار میکنن، ستون پنجم، کسایی که همسو با طالبان عمل میکنن، خب حتی ادعا شده یکی از نماینده های مردم در شورای ملی در مجلس نمایندگان ادعا کرده که یکی از فرماندهان پلیس در حمله اخیر به شورای ملی دست داشته. بعد رئیس امنیت ملی هم آمده در مجلس گفته که این وظیفه دستگیریش وظیفه امنیت ملی نیست. چیزی که اشاره شد این وضع دوام میکنه این لایی که اراده سیاسی در سطح رهبری وجود داشته باشه. من فکر میکنم که این یک نمونه منحصر به فرد نیست. یعنی قبلا هم اگر ما رویدادهای سیاسی افغانستان مورد دقت نظر قرار بدیم، در واقع مواردی بودن که هم مشکوک بودن، هم پر ابهام و هم به گونه دست داشتن در هدایت و کنترل طالبا. ببینید مسئله اساسی اینجاست که طالب در واقع یک تفکر است. تا زمانی که تفکر در افغانستان وجود داشته باشه، چی تفکر در درون حکومت وحدت ملی باشه، چی در دانشگاه های افغانستان باشه و چی در مخالفان مسلحی که به صورت فیزیکی علیه منافع اولیای افغانستان می جنگه، ما می تانیم در واقع طالبان به عنوان یک قدرت که در واقع میتونه اندیشه های خود را باز تولید بکنه مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم. بدون شک تفکر طالبانی هم در درون حکومت افغانستان وجود داره و هم حتی در مراکز آکادمیک افغانستان، و بارها ما این صداها را در واقع دریافت کردیم و پژواک این صداها جامعه را هم تکان داده. از این نظر من فکر میکنم که یک روند به شدت پر مخاطره هست. تا زمانی که ما در واقع یک نگاه های عمیق و همه جانبه را به این روند نداشته باشیم و یک دولت در واقع تصفیه شده در دستور کار قرار نگیره، باور من است که وضعیت به همین صورت تداوم پیدا میکنه و نقش ستون پنجم که آقای رفیعی اشاره کردن همچنان میتونه مختل کننده بسیاری از رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان باشه. بله، در پیوند به گفتگوهای سال آقای صدیقی سخنگوی وزارت داخله ادعا کرده که گفته که افزایش نامنی ها در پهلوی دیگه عوامل به گفتگوهای سلام میتونه ربط داشته باشه برای امتیازگیری طرف ها. طالب ها شدت میبخشن به نامنی ها که امتیاز بگیرن. فکر میکنین نقش داره چنین چیزی؟ به باور من حتی بس فراتر از ایست. در حال حاضر روندهای سیاسی به ما این نکته را القا میکنه که قبح زدایی از طالبا هم در حوزه داخلی و هم در حوزه منطقه‌ای به شدت جریان دارد و تلاش صورت می‌گیرد که مشروعیت بین المللی حتی برای طالبا ایجاد شود. بنابراین من فکر می‌کنم که فشارهای نظامی که در حال حاضر در جبهه جنگ طالبا علیه دولت افغانستان را مورد توجه قرار داده، نه تنها در راستای امتیازگیری از دولت هست، بلکه برای ایجاد یک نوع مشروعیت بین المللی با حضور نظامی طالبا در صحنه قدرت نظامی افغانستان هست. یعنی دیگه طالبان قدرت خود را احیا کرده، بازسازی کرده و در واقع میخواهی تفکر القا بکنه که بدون شریک ساختن و سهم ساختن طالبان در قدرت، اصولا دولت افغانستان نمیتونه بحث ثبات و نوسازی و حتی بازسازی افغانستان در دستور کار خود داشته باشد. با این صورتش یعنی امیدواری برای که گفتگو نتیجه بده و ما شاهد سهم دادن و طالبا باشیم و کنار آمدنشون با دولت افغانستان مصالحه ممکن است، چون این چیز امید میره که گفتگو نتیجه بده. باور من است که چشمانداز صلح افغانستان به شدت مشکوک و پر ابهام هست و به همین جهت است که آینده روابط افغانستان و پاکستان هم امیدوار کننده نیست، چون تا زمانی که درگیری ها در افغانستان
وجود داشته باشه و هر روز ما شاهد قربانی شدن شهروندان بیگناه افغانستان و تهدیدات و چالش های متوجه منافع ملی افغانستان باشه، من فکر میکنم که تنش بر مناسبات افغانستان و پاکستان همچنان حکم فرما هست و در چنین فضای من فکر میکنم که نه دستیابی به صلح میتونه امیدوار کننده باشه و نه بهبود در مناسبات افغانستان و پاکستان میتونه در واقع یک پژواک نیک را برای مردم دو طرف برمغان بیاره. از اون جایی که گفته میشه طالبا پروژه است، پروژه کشورهای بیرونی، اینه که گفتگوها مشروط به این نتیجه میته که با کشورهای بیرونی که سایه پروژه هستن با وام کنار به دولت افغانستان تفاهم برسه، چون این چیزی ببینید غیر از اینکه طالبا یک پروژه هست، من فکر میکنم که تا زمانی که اراده سیاسی جدی در مقامات بلندپایه اسلام آباد نسبت به چشمانداز صلح در افغانستان وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم به صلح دست پیدا بکنیم. همان گونه که طی 14 سال گذشته پاکستانی ها در واقع همزمان هم با تروریسم مبارزه میکردن و هم تروریسم را حمایت میکردن، در حال حاضر هم من فکر میکنم که پاکستانی ها تا در موقعیت برتر نسبت به گذشته قرار داره، چون در واقع منافع پاکستان با شمار از قدرت های فرا منطقه گره خورده، بنابراین اونا هم حاضر هستن که به پاکستانی ها امتیاز بتن. از این منظر من فکر میکنم که در حال حاضر بحث امنیت و صلح افغانستان تقریبا به عنوان یک معما در یک پازل سیاسی مطرح شده که اگر دقت نظر جدی از سوی دولت مردان افغانستان وجود نداشته باشه، من فکر میکنم که چشمانداز صلح افغانستان همچنان مبهم به نظر میرسه. خب یعنی از او جایی که ایره معما میخوانن دیگه امیدی برای به ثمر رسیدنش هم نداره. خب من اشاره کردم که اگر وضعیت به امی صورت تداوم پیدا بکنه ای به عنوان یک معما باقی میمونه، اما اشاره کردم که یک طرف قضیه همیشه دولت افغانستان بوده، طرف دیگه قدرت های منطقه و فرا منطقه هست. ببینید من فکر میکنم که اگر ما در حوزه داخلی بتانیم یک سیاست مدبرانه و هوشمندانه داشته باشیم، میتونیم بر بسیاری از مشکلات غلبه پیدا بکنیم. مشکل اساسی ما است که چون در حوزه برنامه‌ریزی و سیاست گذاری دولت تمام انرژی های خود را صرف چانه‌زنی ها برای کسب قدرت بیشتر در درون میکنه و منازعات و ستیزش ها و جدال ها در درون متمرکز هست، بنابراین ما مجالی در واقع ارزیابی برنامه های خود در حوزه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را پیدا نمی کنیم. به این جهت است که اگر این روند اصلاح شود، به عنوان نمونه من پیشتر اشاره کردم بحث در اصلاحات انتخاباتی یا تشکیل کمیسیون یا رئیس از کمیسیون ماه هاست که ادامه داره. وقتی که ما چنین ظرفیت نمیتونیم داشته باشیم، یک پروسه ای که قطعا افغانستان اگر اصلاح نشود بار دیگه به مرز انفجار میرسانه، وقتی که چنین اراده ای وجود نداره در داخل، ما نباید توقع داشته باشیم که پاکستان از نگاه عمق استراتژیک خود در واقع دست برداره، چون او تلاش میکنه که به عنوان یک قدرت هژمون نظم منطقه را در کنترل خود داشته باشه. آقای رفیع، چشم انداز گفتگوهای صلح افغانستان مشکوک مبهم است. این که موضوع صلح جنگ افغانستان به معما میمونه تا زمانی که در درون اصلاح نشه و برنامه وجود نداشته باشه، انتظار بهبودم نداشته باشیم. نتیجه حدودا 18 ماه قبل نوی از گرایش صلح در درون نظام سیاسی پاکستان مطرح شده بود. پاکستانی ها به یک سری از جنبندی های رسیده بودند که دیگر جنگ در افغانستان بیشتر به نفع ما نیست و در این جنگ ما بیشتر میبازیم تا ببریم و شاید هم که یک نوع از دشمنی بسیار دیرینه را در درون ملت افغانستان به علیه خود شکل میدیم. اونا تصمیمشان این بود که اگر بتونن در همون فرصت یک وضعیت تغییر بدن، یک مقدار با پالیسی هایشان بازنگری بکنن. ولی ضعف مدیریتی درون در افغانستان، به خصوص خدمت بسیار بزرگی که جناب آقای کرزی برای پاکستان انجام داد و با انتخابات افغانستان به نوع چالش های بسیار خطرناک و با یک توطئه روبرو کرد، به پاکستانی فرصت بسیار باز را ارائه داد یا به اصطلاح با وجود آورد که اونا بتانند در بحث های داخلی افغانستان کاملا خاطر جمع به اصطلاح کار بکنند. امروز با وجود آوردن حلقه های متعدد در درون نظام طالبان و سفارایی جدید در درون نظام جنگی و ماشین جنگی طالبان و شکل دادن نوع جدیدی از طالبان افراطی تحت نام داعش که مکمل کار پاکستان است، در افغانستان اونا با یک استراتژی جدید داخل میشن. یعنی داعش با مسابقه داعشی که در شرق میانه وجود داره در افغانستان وجود نداره، ولی فرصت سربازگیری را توسط طالبان رادیکال پاکستان برش مساعد میسازه.
یعنی به این معنا که داعش در افغانستان پاکستان ایجاد میکنه و توسط حلقه های بسیار مشخص پاکستانی. این میتونه چشمانداز ما را در ارتباط با مسائل سال بسیار به فاصله دورتر تاریخی ببره. یعنی به این معنا که پاکستان باز هم یک مرتبه دیگه در بحث سیاسی افغانستان یک امتیاز بیشتر میگیره و یک دست بالاتر میتونه داشته باشه. فلحاظا در اطر یک مرحله پاکستان به هیچ وجه حاضر نیست که متای بسیار بزرگ را که به دست آورده به قیمت قلیل به افغانستان یا به قیمت نازل به افغانستان بفروشه. فلحاظا پاکستانی ها باید مانور خود دوام بدن و بهتر دوام بدن و بتونن بیشتر به اصطلاح به نفع خودشان وضعیت تغییر بدن، چون فرصت به نفعشان است. هر قدر ما دچار سرخوردگی های درونی باشیم، اختلافات درونی باشیم، به نفع کشورهایی است که در افغانستان بیشتر مداخله را میکنند. هر قدر ما ضعف مدیریتی داشته باشیم، کسایی که مدیریت توانمند بالاتر دارن اونا بیشتر استفاده میکنند. یعنی این تغییر گرایش که گویا پاکستان در صدد نتیجه گفتگوهای صلح بوده و میخواسته که نتیجه مثبت بتاد پیش از انتخابات بود، که پیش از انتخابات سال گذشته بوده. بله، یعنی پیش از انتخابات سال گذشته بوده که پاکستانیان نوعی از این نرمش در ارتباط با مسائل استراتژیک سیاسی خودشان نسبت به افغانستان رسیده بودند. گویا واسه بهبود یافتن مسائل، یعنی اونا فکر میکردن که دیگه بیشتر دوام جنگ به نفعشان نیست. افغانستان اگر جنگ بیشتر دوام بکنه کشور پاکستان است که متضرر میشه، چون این جنگ همه قدری که برای افغانستان فرسایشی میشه برای خود پاکستان هم فرسایشی میشه، در حالی که پاکستان در جنگ افغانستان دخیل است و هند در یک فضای بسیار آرام که حریف بسیار جدی پاکستان است در یک رشد خیلی سریع قرار دارد. آقای نظری بحر... میگن که جنگ نیابتی است بین من باور ندارم که جنگ نیابتی پاکستان و ایران در افغانستان یا پاکستان و هند در افغانستان باشه، ولی باور من این است که یک نوع سیاست های بسیار پیچیده در افغانستان وجود داره که میتونه یک تمثیل از جنگ های نیابتی باشه. مثلا وقتی ما در جنگ یمن موضع‌گیری بسیار نادرست داشتیم، در واقع ما جنگ نیابتی را در درون توسط سیاستمدار خود ما آغاز کرده بودیم، بدون اینکه عربستان بیاد در داخل افغانستان جنگ نیابتی را آغاز بکنه یا ایران بیاید مداخله بکنه در درون مسائل افغانستان. اصلا رئیس جمهور افغانستان جنگ نیابتی را آغاز کرده بود با یک سیاست نادرسته که در ارتباط با مسائل حوثی ها یا یمن در عربستان گرفته شده بود. ما باور ما این است که ما بیشتر ضربه های سیاسی را از طرف سیاستمدارای خود ما و ضعف مدیریتی سیاستمدارای خود ما میخوریم تا کشورهای خارجی. یعنی وقتی دیگه به سرپوش باشیم، وقتی کشور ضعیف باشیم، وقتی مدیریت ضعیف داشته باشیم، هر کسی که توانایی بیشتر داشته باشه میتونه مداخله بکنه. ما اگر حتی به خانواده های خودم مثال بدیم که خانواده هایی که یک نقطه از نقطه نظر مدیریتی دچار مشکلات هستند، هر خانواده دیگه میتونه به بهترین وجه در اوج نفوذ بکنه و سوء استفاده بکنه. افغانستان هم به مسابقه یک خانواده میتونه یک مثال خوب در ارتباط با این منطقه داشته باشه که هر کشور خارجی که بخواهد در افغانستان مداخله بکنه با ضعف مدیریتی که در درون وجود داره، با وضعیت نابسامان مدیریتی که در وجود درون وجود داره، با فقری که در درون وجود داره میتونه بیشترین استفاده را بکنه. خب این که داعش در افغانستان مکمل دست پاکستان است، ساخته و پرداخته پاکستان است و داعش در افغانستان با شرق میانه فرق میکنه، این را چگونه ثابت میکنید؟ از کجا این را میگید؟ من باور من این است که انگیزه های شکل گیری داعش در درون نظام سیاسی شرق میانه خیلی واضح است و اونا چند تا تارگت بسیار مشخص دارن و سرمایه گذاری هم روی از اونا خیلی واضح است. اونا حتی در موضع فلسطین موضع بسیار مشخص داشتن، در موضع سوریه بسیار مشخص بود، حتی در جنگ فلسطین و اسرائیل و در موضع اسرائیل بسیار یک موضع مشخص دارن. من فکر میکنم که او موضع را حتی طالبان به صورت قطعی ندارن، حتی نیروهایی که فعلا به داعش نسبت داده میشه و یک موضع را ندارن و باور من است که شکلگیری نوع به اصطلاح گروه های داعش مانند در افغانستان بیشتر با افرادگرایی اسلامی و حلقه های افرادگرا و تندرو در درون نظام سیاسی طالبا که بیشتر با حلقه های تندرو پاکستان و کشورهای منطقه وصل هستند، اونا به اصطلاح رهبری را خود گرفتن و توسط پاکستانی به اصطلاح پیش برده. سپاسگزار. آقای نظری، تغییر گرایش پاکستان پس از جنجالی شدن انتخابات افغانستان باعث شد که به گفتگوهای سلم امیدوار نباشیم و هنوز در صدد امتیازگیری هستند پس از اینکه نابسامانی ها در کشور خلق شد و مشکلات بوران. جنگ نیابتی فکر نمیکنن، گمان نمیکنن که جنگ نیابتی بین پاکستان و هند افغانستان وجود داشته باشه. آنچه هست همش از جنوب پاکستان هست، حتی داعش در افغانستان با داعش در شرق میانه فرق میکنه و ساخته و پرداخته پاکستان است. ببینید، پاکستانی ها هنوز افرادگرایی را به عنوان یک ابزار
برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود استفاده میکنه. و اگر ما تاریخ تحولات سیاست معاصر پاکستان را مورد توجه قرار بدیم، از زمان ضیاءالحق به این طرف یک کشور به جایی که با عنصر تغییر همراه باشه با عنصر تداوم همراه بوده، یعنی از افرادگرایی به عنوان یک ابزار همیشه استفاده کرده، حتی در زمانی که روند صلح را با کشورهای منطقه از جمله افغانستان و هند در دستور کار خود داشته. بنابراین نتیجه یکسان است در واقع آنچه که جناب آقای رفیعی اشاره فرمودند. وقتی که ما سیاست گرایش افراطی به پاکستانی ها را در دستور کار خود قرار میدیم و منافع ملی یک کشور رقیب تهدید میشه، قطعا اونا تلاش خواهد کرد برای پاسداشت از منافع ملی خود، که در واقع اگر افغانستان نمیتونه اونا به گونه تهدیدات را از منافع ملی خود دور بسازه. به این جهت است که افغانستان من فکر میکنم به خصوص در زمان تشکیل دولت وحدت ملی اشتباهات بسیار فاحش را مرتکب شده، هم در ارتباط با شمار از کشورهای عرب منطقه و هم در ارتباط با نحوه موضع‌گیری کنشگرایانه با پاکستان، و این سبب شده که در واقع فرصت‌هایی که در اختیار افغانستان بود از دست بره و به تدریج افغانستان در حاشیه سیاست قدرت‌های منطقه قرار بگیره. در حال حاضر مهمترین نگرانی است که افغانستان به گونه تجرید نشود در سیاست‌های منطقه و نظام بین الملل. اگر چنین وضعیت دوچار افغانستان شود، من فکر میکنم اون زمان افغانستان به تنهایی نه تنها مشکل خود حل کرده نمیتونه، بلکه زمینه تسلط ISI را میتونه بر ساختار سیاست و قدرت در افغانستان فراهم بسازه، که او یک هزینه بسیار بسیار گرانسنگ را بر افغانستان تحمیل خواهد کرد. برداشت شما از گفته شما است که منافع ملی پاکستان تهدید میشه از طرف افغانستان، چنین چیزی و انتظاری را داشته باشیم از طرف پاکستان که برای دفاع از اینکه منافع ملیش تهدید نشه اقدام بالمثل داشته باشه؟ شما درست برداشت کردید، منتها هند در واقع وقتی که منافع ملیشان در افغانستان تهدید شوه و با چالش مواجه شوه، با سیاست های گرایش افراطی به پاکستان از سوی دولت افغانستان، قطعا افغانستان وارد یک برهه از جنگ نیابتی خواهد شد. همان گونه که منافع کشورهای دیگر به عنوان نمونه اگر ایران در افغانستان تهدید شوه، قطعا ایران هم تلاش میکنه که از منافع ملی خود پاسداری و صیانت کنه. منظور من است که در واقع سیاست مداران افغانستان اما سیاست متوازن در روابط خارجی خود در دوره دولت وحدت ملی نتونسته حفظ بکنه، و ای هست که برای افغانستان مخاطره ایجاد میکنه، منازعه ایجاد میکنه، و بار دیگه افغانستان صحنه ستیزش های کشورهای منطقه قرار میگیره. خب منافع ملی پاکستان در افغانستان تهدید میشه، منافع ملی پاکستان از نزدیکی افغانستان با هندوستان تهدید میشه، یا در قند چیزهای دیگه هم هست بین افغانستان و پاکستان که از اون آیه تهدید میشه؟ اصولا پاکستانی ها من فکر میکنم که یک کنش تاریخی را در ارتباط با افغانستان دنبال میکنه، بحث تهدید منافع ملی پاکستان نیست. ببینید مسئله اساسی اینجاست که کنترل بر سیاست خارجی افغانستان و همچنین نفوذ در اردو یا ارتش افغانستان و پایان یافتن منازعه دیورند و کاهش نقش و نفوذ هند در افغانستان و همچنین مسلط شدن افرادگراها و گروه های تندرو بر ساختار قدرت و سیاست در افغانستان مطالبات تاریخی پاکستانی ها بوده. من فکر میکنم که مطالبات اگر به صورت منصفانه و عالمانه مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره، یک مطالبات نامشروع و برخلاف قواعد بین المللی هست. افغانستان به عنوان یک کشور واحد حق داره بر اساس منافع ملی خود با هند روابط داشته باشه، با ایران، با کشورهای عرب. اما موضوع دیورند که ادعا داره ما دایه دیورند خواهی داریم در سطح رهبری افغانستان، خب من اشاره کردم که در واقع بخشی از ناملایمات به دولت افغانستان برمیگرده. ببینید وقتی که ما سیاست مدون نداشته باشیم و در واقع به گونه دوچار سطحی یا روزمرگی و عوامگرایانه در روابط خارجی خود باشیم، قطعا این میتونه برای افغانستان مشکلات را به بار بیاره، چنان که ما تا 14 سال گذشته و حتی قبل از او در مناسبات خود با پاکستان در واقع کنش های را مورد توجه و دقت نظر قرار دادیم که حساسیت بیشتر در منطقه تحریک کرد، و این حساسیت و یا داعیه های کلان ما سبب شد که پاکستانی ها افغانستان را به عنوان عمق استراتژیک خود تعریف بکنه و به عنوان عقبه سیاسی خود هیچ مجال
داره برای دولت مردان ما، نه تا که یک دولت قوی و نیرومند در کابل شکل بگیره. نمونه از این توطئه ها را ما در زمان دولت مجاهدین شاهد بودیم و حتی بعد از او در دوره آقای حامد کرزی ما چون این روند های را شاهد بودیم. پس به این ترتیب آنچه که برای پاکستان مهم هست است که نظامیان پاکستانی و ایس آی در واقع افغانستان را به عنوان یک تهدید و یک چالشی بالقوه برای خود ارزیابی میکنه که ممکن است در داخل پاکستان گروه‌های را تحریک بکنه و ممکن است دعایه‌های ارضی داشته باشه. به این جهت است که من فکر میکنم که ما هم باید تلاش بکنیم که سیاست مدبرانه و هوشمندانه را با توجه به شرایط و مقتضیات منطقه و نظام بین المللی در دستور کار خود داشته باشیم. در غیر صورت ممکن است در واقع به گونه به ناآرامی‌ها و تنش‌ها نزاعات افغانستان هم دامن زده باشه. آقای رفیعی، خب پاکستان کنش تاریخی رو دنبال میکنه، بحث چگونگی رابطه با هندوستان، موضوع دیورن، مسائل همه چیزایی است که چگونگی رابطه با پاکستان و عملش در مقابل سیاست خارجی در قبال افغانستان تاثیر داره. خب راه حلش هم سیاست مدبرانه است که وجود نداره چنین چیزی. خب راه حلش شما چی میبینید؟ هیچ جای شک نیست که بحث‌ها خیلی جدی هست، یعنی بحث مداخلات هند در افغانستان، مداخلات پاکستان در افغانستان، مداخلات ایران در افغانستان، مداخلات روسیه در افغانستان، مداخلات چین در افغانستان، عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا و امثال هم، اینا بحث‌های بسیار جدی هستند. ولی در نبود یک سیاست بسیار استراتژیک دقیق ملی که استوار بر منافع ملی باشه، چنانی که استاد به او اشاره کردن، در افغانستان دست باز به تمامی اینا میتن. در یک صحبتی که همراه رئیس جمهور قبلی آقای کرزی داشتیم، پیشنهاد ما این بود که همین خطوط اساسی منافع ملی افغانستان باید تعریف شد. بعد این همین خطوط اساسی روی میز گذاشته شد با تمام کشورهای همسایه ما، با کشورهای جهان، که این خطوط اساسی است. ما این از این خطوط عدول کردن نمیتونیم. هر معامله دیگه که شما میخواین ما میتونیم، غیر از اینکه با این همینا معامله کنیم. متاسفانه در افغانستان اینمی بصیرت هیچ شکل نگرفت. یعنی افغانستان دارای یک جنبش ملی که بتونه افغانستان بر افغانستان بخواهد به وجود نامد. بیشتر ما نوعی از وابستگی های سیاسی و گروهی و منطقوی و جهانی داریم که افغانستان به اصطلاح وابسته میسازه به اونا تا به یک افغانستان مستقل تر. و البته کشور مستقل در جهان وجود نداره، ولی یک کشوری که حداقل استوار بر بسیاری از ارزش‌های باشه که برای خودشان قابل اهمیت است، مثل که کشورهای غربی فعلا در امطار یک وضعیت خود قرار داده. آقای رفیع، اگر قرار است سیاست نداشتن سیاست خوب، سیاست مدبرانه در داخل افغانستان از ما قربانی میگیره، دایه دوران خواهی مسائل، خب راه حلش چی؟ از اینایی که دایه مطرح میکنن و دایه دار هستن نمیفهمن که مردم افغانستان قربانی میده. خیلی مشکل است که با این سوال بسیار بزرگ با جوابای کوچکی که ما در ذهن ما میگرده بپردازیم. یک بحث ملی است، یک بحث سرنوشت کل ملت است، افغانستان است. افغانستانی که به یک قول تا 7000 سال سابقه داره، افغانستانی که بزرگترین امپراتوری ها را شکست داده، نمیشه که با سرنوشت آینده ازی با یک به اصطلاح بسیار مقطعی یا بسیار کوچک برخورد کرد. ما پیشنهاد ما در گذشته همی بوده که اگر بتونن افغانستان و سیاستمدارای افغانستان یک مجموعه از دانشمندان را تعیین بکنن که خطوط اساسی منافع ملی افغانستان تشریح شود، هویت ملی تشریح شود و معیارها برای هویت ملی تشریح شود یا مشخصه های هویت ملی و همچنان وحدت ملی و اجزای وحدت ملی چی است و اینا تعریف شود. تا زمانی که ما در این پایه تعریف ها نرسیم، به صورت قطعی نمیتونیم به مشکل بسیار بزرگ و اساسی افغانستان برسیم، چون افغانستان هنوز دارای یک جنبش ملی گرایی در درون افغانستان نبوده. آنچه ما داریم بحث‌های بسیار قومی، منطقوی، سری قوی و گروهی است و بیشترش هم آب می‌خوره از سیاست‌های نفوذی جهانی و منطقوی در افغانستان. سپاسگزار. سپاسگزار از آقایان عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، و دکتر لطیفه نظری، استاد دانشگاه. سپاسگزار شما. سپاسگزار از شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار.